من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار الهداية المستفوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتدبية وأتم نعمته علينا بالمحبة الفاطمية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمؤلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل حبيبك وحبيب إله العالمين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. دارم اندر دل هوای کربلایت. کسایی که سال جا مونده نرفته مثل منه که انشالله خدا قسمت بودی یک سال ما برین زائر امام حسین در عربی باشیم. همه من و شما در دل ما این ارمان انشاءالله تا زنده هستیم یک بار موقع توفیق زیارت عربی در کربلا پیدا کنیم. دارم من در دل هوای کربلا سفارشات اهل بیت خواندن زیارت اربعین است. روایت معروفی که از امام عسکری علیه السلام می فرماید علامات مؤمن 5 چیز است: انگشتر به دست راست کردن، پیشانی را بر خواب گذاشتن در سجده، بسم الله را بلند گفتن، و یکی از اون علامت ها خواندن زیارت اربعین در روز اربعین است. خیلی سفارش شده خواندن زیارت اربعین. میدونید که هیچ امامی پیغمبر به اون عظمت اربعین نداره میده، ولی 48 رحلت پیغمبر هم که اربعین برای پیغمبر نمیگیرید، برای امام رضا که اربعین نمیگیرید، برای امام مجتبی اربعین که نمیگیرید. یگان امامی که در طول تاریخ اربعین میگیرن وجود نازنین ابی عبدالله است. سوال: ما چرا برای امام حسین اربعین میگیریم؟ که این اواخر در فضای مجازی اشکال مطرح میشه و بعضا ندانسته قبول میکنن ما برای امام حسین اربعین میگیریم. که خلاصه عرض کنم، مسئله عاشورا و کربلا دو تا مرحله داشته. مرحله اول عاشورا روز عاشورا و روز 10 محرم بوده، خون بوده، شمشیر بوده، شهادت بوده و تمام شده. مرحله دوم بحث کربلا این ایام اسارته. حضرت زینب سلام الله علیها، امام سجاد با خواندن خطبه چی در کوفه چی در شام این انقلاب رو زنده نگه داشتن. که اگر این اسارت نبود، اگر این زن و بچه نبود، زینب و امام سجاد و ام کلثوم و سایر اسرا نبودن، اصلا شهادت ابی عبدالله در کربلا میمان و بیرون نمیرم.
به گفته اون شاعر زیبا کلام، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. چهره سرخ حقیقت بعد از طوفان رنگ پشت ابری از ریا میماند اگر زینب نبود. چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا میماند اگر زینب نبود. زلجنای دادخواهی بی سوار و بی لگام در بیابانها رها میماند اگر زینب نبود. در عبور بستر تاریخ سیل انقلاب پشت کوی فتنه ها میماند اگر زینب نبود. پس از این معلومه که مسئله کربلا و قیام ابی عبدالله مرحله اساسش این اصالت و این شهادت ها بوده، این سخنرانی های زینب سلام الله علیها. پس ما اربعین میگیریم برای امام حسین. اولا چون عاشورا فقط روز ده محرم نبوده، دو ماه کامل یا 40 روز کامل این عزیزان زینب کبرا و رهبری امام سجاد از این شهر به اون شهر، از این منطقه به اون منطقه سخنرانی کردن، افشاگری کردن تا این کاخ یزید به لرزه درآمد. این اولا. دوما ما که برای امام حسین اربعین میگیریم علتش اینه. خوب گوش بدین خواهران برادران، یاد بگیرین نکات را که اگر در جای بحث شد بتونید جواب قانع کننده داشته باشید. چرا ما اربعین برای امام حسین اول خوب عاشورا تنها نبوده، این اسارت تا اربعین این مصیبت ها ادامه داشت. مطلب دومه که ما برای امام حسین اربعین با 40 روز میگیریم علتش اینه. نقل های کهن ما، یعنی کتاب هایی که 1000 سال قبل نوشته شده، میدونید من بدون مدرک و منبر چیزی نمیگم، 1000 سال قبل مرحوم ابو ریحان بیرونی کتابی داره آثار الباقیه من القرون الخالیه، آثار الباقیه من القرون الخالیه مال ابو ریحان بیرونی 1000 سال قبل نوشته شده. البته کتاب ابو ریحان بیرونی در رابطه با امام حسین هم نیست، مطالب مختلف آورده اونجا، در جمله چند صدر قلم گذاشته اونجا 1000 سال قبل این جمله را نوشته. و فی العشرین من السفر، 20 از سفر یعنی روز اربعین، رد رأس الحسین علیه السلام الى مجتمع، سر امام حسین علیه السلام برگردانده شد نزدیکش اسم داره برگردانده شد سر ابی عبدالله الى مجتمع به جسم حضرت، حتی دفن ما جثتی و این سر دفن شد به امام حسین. کی؟ روز اربعین روز 20 صفر. ببینید این کتاب مال الان هم نیست، مال 100 سال قبل هم نیست، 1000 سال قبل. ابو ریحان بیرونی میگه امام سجاد سر ابی عبدالله رو گرفت آوه کربلا روز اربعین این سر رو دفن کرد. پس روز اربعین یکی از دلایلی که ما اربعین میگیریم اینه که روز دفن سر ابی عبدالله هست. یک مدرک بعد ابو ریحان ادامه میده و فیه زیارت الاربعین، به همین جهت است که زیارت اربعین میگیره. یک. دوم، علامه مجلسی می نویسد ذکر سید المرتضی، سید مرتضی و سید رضی شاگردان مرحوم مفید هم اینا خیلی طولانی، شاید نزدیک 700 ایشان شاید بیشتر، فی بعض مسائله چی میگه ایشان سید مرتضی؟ ان رأس الحسین رد الى بدنه، سر امام حسین برگشت داده شد کربلا الى بدنه، به کربلا من الشام
وذم الیه و قال الطوسی و منه زیارت الاربعین. شیخ الطوسی میگه بعید از شیعیان زیارت اربعین. سایر سرها عزیزان، سر نمیدونم حضرت عباس، سر عون، سر جعفر، سر علی اکبر معلوم نیست. احتمال داره که در شام همون مسجد رأس الحسین که معروف است سرها اونجا دفن شده باشه، ولی بر اساس این نکات تاریخی هزار ساله میگه سر ابی عبدالله را امام سجاد گرفته از یزید آورده کربلا، روز اربعین رسیده کربلا، اونجا هم دفن کرده. دقت کردیم ما چرا برای امام حسین اربعین بود. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه می‌نویسد که اما رأس الحسین، سر امام حسین چی شد؟ ایشان توضیح میده فروی انه اعید فدفن بکربلا مع جسد الشریف، برگردانده شد با جسد حضرت در کجا؟ در کربلا دفن شد. و کان عمل الطائفه على هذا المعنى المشار اليه، روز اربعین زیارت اربعین هم می‌خوریم به این جهت. دقت کردیم؟ پس دو تا علت بیان کردم که ما چرا برای امام حسین اربعین میگیریم، برای سایر ائمه اربعین نمیگیریم. اولا اربعین این 40 روز از عاشورا تا 20 صفر همه درد و رنج و مصیبت و اسارت و شهادت و ضربت خوردن و تازیاب خوردن بوده. از اون طرفش هم روز دفن سر ابی عبدالله، به این جد ما برای امام حسین چی میگیریم آقا؟ اربعین. خب زیارت اربعین، خواهران برادران توجه کنید، فردا خیلی سفارش شده. اگر تشریف آوردن مسجد ما در خدمتتون هستیم، ان شاء الله بعد از نماز ظهر هستیم، بعد از کلاس ها زیارت اربعین میخوریم، نمازش هم میخوریم. اگر نتونستید از من در خانهتون هر جایی بودیم زیارت اربعین رو بخوانید از علامات مؤمنان. ما چند قسم زیارت داریم، بعضی چیزا رو هم میخوام در منبر آموزشی صحبت کنم. وقتی یک زیارت نامه رو به دست گرفتیم گفتیم السلام علیک یا ابا عبدالله، ببینیم چگونه زیارت داریم. ما کلا 4 قسم زیارت داریم. یک زیارت نامه که اولش چند سلام داره، بعد از سلام ها صفات اهل بیت و صفات امام را بیان می‌کنه. چی میگه؟ آقا زیارت جامعه کبیره، السلام علیک تمام شد، بعد کجا میرسن؟ صفات امام را شروع میکنن. کلامکم النور و امرکم الرشد و سیتکم التقوا، فعلکم الخیر، عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. یعنی یک نوع امام شناسی. امام هادی در زیارت جامعه کبیره داره به من و شما امام شناسی درس میده. کدام امام را زیارت میکنه؟ اون امامی که کلامش نور است، اون امامی که امرش سبب رشد ما، امامی که فعلش خیره، عادتش آن چیز احسان. این میشه امام شناسی، یک نوع زیارت نامه. قسم دوم زیارت نامه زیارت نامه است، ولی بیشتر درخواست حاجت از خدا حاجت میخواهید. مثل زیارت امینالله، اولش دو تا سلام بیشتر نداره زیارت امینالله، بعد در زیارت امینالله 13 تا تقاضا از خدا میکنیم، 13 تا خواهش و تقاضا در زیارت امینالله داریم. خوب یاد بگیرید دیگه. و جالبه که زیارت امینالله برای هر امام خونده میشه. السلام علیک یا امین الله فی ارضی و حوض تو علی عبادی، السلام علیک یا امیر المؤمن. اگر نجف نبودی امام الله، السلام علیک یا علی بن حسین، برای تمام ائمه خونده میشه. دو تا سلام داره، بعد 13 تا حاجت از خدا میخواهیم. حاجات هم در زیارت امین الله حاجات دنیوی نیست، هر 13 تا حاجت حاجت معنوی است. چی میخواییم؟ محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدایا مرا محبوب قرار بدی، مورد دوست داشتن اهل زمین و آسمان قرار بدی. یک صابرتن علی نزول بلائک، خدایا اگر بلا بر من نازل بشه من صابر باشم. سی شاکرتن لفوازل نعمائک، نعمتی که به مدادی من شاکر تو باشم. ذاکرتن لثواب آلائک، خدایا
نعمت ها و عطایایی که به کردی من ذکرش بکنم، تشکری بکنم. این دو قسم زیارت. قسم سوم زیارت در زیارت نامه‌ای که من به شما میخوانیم زیارته، ولی بیشتر آیات قرآن. اولی زیارت بود که من شناسیم مثل جامعه. دومی زیارت بود تقاضای حاجت مثل امین الله. سومی زیارته ولی سیه تا آیه قرآن بود. زیارت قدیر، زیارت قدیر سیت آیه قرآن امام هادی در فضیلت امیر المؤمنین بیان کرده. یعنی پر از آیات قرآنه. کمتر زیارت شما پیدا میکنید سیت آیه قرآن در یک زیارت نامه باشه. سیت آیه قرآن مثل آیه مودت، آیه ولایت، آیه تبلیغ، آیه لیلت النبی همه را امام هادی اونجا آورده در فضیلت امیر المؤمنین. چند تا زیارت شده با؟ سه تا. چهارم زیارت است ولی امام تحلیل. امام شناسی نیست تحلیله، آیه قرآن نیست تحلیله. تحلیل چطور آقا؟ زیارت اربعین تحلیله. امام صادق اول پنج تا سلام میده بعد تحلیل میکنه. چرا امام حسین قیام کرد؟ و بدل محجته فیک لیستن کذ عبادک من الظلاله و حیرت الظلاله من الجهاله و حیرت الظلاله. چرا امام قیام کرد؟ به خاطر مردم رو نجاتش میده. ببینید زیارت ها اما تحلیل امام صادقه. چرا امام حسین قیام کرد؟ به خاطر مردم رو نجاتشان بده. این بحث رو یک بحث مفصلی است من به اینه میپردازم. اول زیارت اربعین ان شاء الله فردا میخوانیم پنج تا سلام دارم. این سلام ها رو میخوایم بررسی کنم ان شاء الله دعای کنم. اول زیارت اربعین پنج تا سلام داره و در این سلام ها هم جالبه که اسم امام حسین نمیاره. نمیگه سلام علیک یا ابا عبدالله حسین، نه نداره. صفات امام حسین رو بیان میکنه. پنج تا سلام در هر تا دو تا صفت امام رو بیان میکنه. چند تا میشه؟ ده تا. در ابتدای زیارت اربعین در این زیارت بسیار با عظمت پنج تا سلام میدیم ده تا صفت امام حسین رو بیان میکنه. من این صفات رو توضیح بدم یک مقدار ان شاء الله بحثم رو جمع بزنم. اولین سلام السلام علی ولی الله و حبیبه. سلام بر تویی که ولی خدا و حبیب تو هستی. درست شد؟ ولی و الله و حبیب. چند شد اینجا؟ دو تا. در سلام اول دو تا. ولی و الله یعنی چی؟ ولی چهار تا معنا داره. دیگه برادران اهل سنت دیگه پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا لولا به معنی دوست. ولی دوست هم در لغت اومده رو توضیح میده. مولا چهار تا معنا داره. یک به معنی سرپرست. ام خدا سرپرست من و شماست، ام پیغمبر و ام پیغمبر. قرآن سوره مبارکه مائده آیه 55 میگه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی یعنی چی اینجا؟ خدا ولی ماست، یعنی دوست ماست. اینجا به معنی سرپرسته. خدا ولی ما یعنی سرپرست ما. پیغمبر ولی ما یعنی سرپرست ما. دیگه کی سرپرست ما؟ اون کسی که در نماز انگشتر به سائل داره. این میشه به معنی سرپرست و هم راکون و یعطون از زکات و هم راکون. یا مثلا من کنت مولا فهازا علی مولا. مولا اینجا به معنی دوست نیست. پیغمبر اینقدر کدایی زبلا بیکار نبوده. هوای گرم از مکه آمده هزاران نفر را جمع کرده یک شبانه روز هوای گرم نگه داشته که بگوی هر کی من دوستشم علی هم دوستشه. نه بابا هم چه حرفی نبوده. من کنت مولا فهادا علی مولا. هر کی من مولایی بگم یعنی چی؟ یعنی هر کی من سرپرستو هستم علی هم سرپرستشه. میشه همه کاره ما. یک معنای مولا.
مولا. معنای دوم مولا به معنی پیروه. یعنی سلام بر حسین که از سلام علی ولی الله، سلام بر حسین که پیره خداست به معنی پیره. سوم به معنی دوست، از سلام علی ولی الله، یا بلی میتونیم بگیم از سلام بر حسین که دوست خداست، یا اشکال نداشت. از سلام علی ولی الله یعنی خدای حسین که دوست خداست. چهارمین معنای ولی خدا یا ولی الله یا ولی به معنی نبودن واسطه. ببینید یک مرتبه من میخواهم یک لیوان آب بخوایم، این لیوان را میرم مستقیم از شیر خورش میکنم، واسطه نبود دیگه، خودم رفتم خورش کردم آبشم. یک مرتبه نه آی موسوی سی جاوی دوازده احمدش کردید برد آب آورد آب داد به دستم، ایشان چیشه تو واسطه. ولی یکی از معانیش یعنی اینه که واسطه ای در کار نیست، بین امام حسین و بین خدا واسطه ای دیگه در کار نیست، ولی بین من و شما و بین خدا واسطه در کار هست. خود ائمه ما میگن نحنو سبب المتصل بین الارض یا معنای دیگره. ولی از ماده ملا یلیو به معنی هر چیزی که نسبت به دیگری قرابت و نزدیکی دارد. السلام علی ولی الله یعنی سلام بر حسین که ولی خداست. ولی خدا یعنی چی؟ معنای چهار یعنی واسطه بین این و خدا نیست، یعنی آنقدر نزدیک به خداست که نیاز به واسطه ندارد. خب حالا کسی که نیاز به واسطه ندارد مثل چی دابا؟ مثل خورشید. الان روز اگر آفتاب باشه، آفتاب میشه و باشه، یک دانه شمع خیلی کمور ارزش داره؟ ارزش داره آقای شریفی؟ نه. چون ارزش داره؟ آفتاب به این عظمت است، نور آفتاب است، گرمای آفتاب، شمع که اصلا دارد سوسو میزنه که خواب میشه به درد منه میزنه. کسی که به خدا وصل باشه شمع که به نظرش نمی آید، کسی که به دریا وصل باشه قدره به نظرش نمی آید. امام حسین یعنی چی؟ یعنی متصل است به خدا، نیاز به واسطه نداره، و کسی که نیاز به واسطه نداره غیر از خدا قدرتی نمی بینه که بترسه. بنابراین امام حسین در کربلا از 12,000 لشکر نترسید. چرا؟ چون به خدا نزدیک بود. کسی که از خدا ترسید از غیر خدا نمیترسد. این شد معنای ولی الله. السلام علی ولی الله و حبیبه. دو تا صفت داره این اولیش بود. ولی رو یاد گرفتید معنایش؟ معنای حبیب چیز؟ حبیب در لغت به معنی علاقه خیلی شدید. ببینید؟ داریم مدایه عربی میخواییم حبیبی حسین. حبیب به معنی علاقمندی خیلی شدید. امام حسین که حبیب الله است یعنی دوست و علاقمند شدید به خدا است. السلام علی ولی الله و حبیبه. قرآن هم تعیین میکنه. چی میگه قرآن؟ قرآن سوره مبارکه بقره 156 میگه والذین آمنوا اشد حبا لله. کسی که ایمان به خدا داره علاقیش به خدا خیلی شدیدتر اون بود فرد نسبت به علاقه به خودشه، اشد به حبنه. پس حبیب یعنی چی؟ یعنی خدید خیلی محبت داره، خیلی دوستی. یک سلام، سلام دوم در زیارت اربعین این جمله است السلام علی خلیل الله و نجیبه. سلام نمیگیم ابا عبدالله، نمیگیم حسین، سلام بر کسی که خلیل خدا و حبیب خداست. معنای خلیل رو روشن کنم، حبیب الله به اصطلاح ولی الله رو فهمیدیم، حبیبش هم فهمیدیم. و علا خلیل الله و نجیبه، خلیل خدا و نجیب خدا. میدونید که بین پیامبران که جوابش می بلده؟ بین پیغمبران کدام پیغمبر به خلیل الله معروفه؟ حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم بشید ابراهیم خلیل الله. خدا رحمت کنه پدران و مادران همه من و شما را. اون زمانی که بچه بودیم یادم میدادن میگفتن زوریه کیستی با بادم صفی الله، بعد ابراهیم خلیل الله داشتن. چیزایی در قدیم یادتان اگر باشه
ابراهیم خلیل جان من احسن ملت است که گره ابراهیم خلیل الله خدا پدر مادر نبی آموزد. این ابراهیم خلیل الله میدونی چرا خلیل الله شده؟ چرا حضرت ابراهیم خلیل الله شد؟ ببینید من یادتان میدم سه تا روایت چهار تا روایت میکنم که چرا حضرت ابراهیم خلیل الله است. یک قرآن اول میگه که واتقد الله ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم را خلیل خود قرار داد. خلیل یعنی چی؟ دوست صمیمی. میگه فلانی آقا خیلی رفیق شفیق من. عربا میگه خلیل یعنی خیلی رفیق شفیق، رفیق ششتم به اصطلاح فارسی ترش. حضرت ابراهیم خلیل الله از خلیل الله یعنی چی؟ یعنی دوست خیلی شدید خدا. چرا خدا ابراهیم را خلیل الله معرفی کرده؟ یک قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت محمد ابن عبدالله الله صلی الله علیه محمد. حضرت می فرماید ابراهیم خلیل الله شد چرا؟ لاطعامه الطعام و صلاته باللیل، زیاد کمک به فقرا میکرد و نماز شب بخواند. هر کی نماز شب بخواند میشه رفیق خدا خلیل الله میشه. هر کی کمک به مستحق بکنه میشه خلیل الله بکنه. روایت دوم امام صادق میگه ابراهیم خلیل الله شد لکثرت سجوده، زیاد سجده میزد خلیل الله شد. علال عرض عبدالعظیم حسنی از امام هادی علیه السلام روایت میکنه انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لکثرت صلاته علی محمد و اهل بیته. اللهم صل علی محمد. آقای عبدالعظیم حسنی میگه میدونی چرا ابراهیم خلیل خدا و رفیق خدا شد؟ به خاطر زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستاد. اللهم صل علی محمد. این معنای خلیل. پس السلام علی خلیل الله و نجیبه. نجیب به چی معنا؟ نجیب به معنی برگزیده، کسی که انتخاب شده. خدا امام حسین انتخاب کرده، امام رو خدا انتخاب میکنه. به همون که پیغمبر را خدا انتخاب کرد، امام را خدا انتخاب میکنه. سه السلام علی صفی الله و ابن صفیه، سلام بر کسی که برگزیده، مصطفی برگزیده. وقتی به پیغمبر میگه مصطفی از اصطفا گرفتیم اون برگزیده. قرآن نسبت به حضرت مریم میگه ان الله اصطفاکی و طهرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین، خدا تو رو برگزید. مصطفی بنی برگزیده. السلام علی صفی الله و ابن صفیه، سلام بر توی حسینی که صفی خدا هستی، یعنی برگزیده خدا هستی، خدا تو رو برگزیده. ان الله اصطفا آدم و نوح و آل ابراهیم، آل عمران آیه 33 علی العالمین ذریه بعض و من بعض والله سمیع علیم. تفسیر مجموع بیان میگه که مراد از آل ابراهیم آل محمد صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد. پس ببینید خدا چی میگه؟ ان الله اصطفا، خدا برگزید. کی را برگزید؟ آدم، نوح و آل ابراهیم. آل ابراهیم گفت پیغمبر و آل پیغمبر. این سه تا چهارمین سلام، السلام علی الحسین المظلوم الشهید. گفتیم در عرض سلام چند تا صفته؟ دو تا صفت. تا اینجا چند تا شد؟ هشت تا. السلام علی الحسین المظلوم الشهید، دو تا اینجا آمد شد هشت تا. در بحث ظلم ما سه تا بحث داریم. یک ظالم، دو ظلم، سه مظلوم. هر چیزی که ظلم بشه سه تا مرحله داره. یک ظالم مثل یزید ابن معاویه، دوم مظلوم مثل ابی عبدالله و اهل بیت، سوم ظلم. کدام ظلم؟ اون ظلم هایی که بر اهل بیت روا داشته شده. السلام علی الحسین المظلوم
این سه تا بحث رو عرض کردم. از شهید حسینی که شهیدم بودی بودی داستان عرض کنم، دقت بفرمایید، داستانش خیلی قشنگه، گوش بدید به من. السلام علی شهید المظلوم. مظلوم امام حسین، یک کسی در مدینه شطرش دوز بود، شطرش دوز بود، به سر سر بود، وا مظلمتا وا مظلمتا، من مظلوم واقعی شدم، من مظلوم واقعی شدم. امیر المؤمنین بهش رسید، گفت حالا شطرت یا مالت دوز برده یا میخری جای گزین میکنی یا پیدا میشه دیگر، تو مظلوم نیستی، خواهی مظلوم رو معرفی کنن. امیر المؤمنین میگه، امیر المؤمنین میگه که ظلم تو عدد المدر والمطر والبابا، مظلوم من علی هستم که به اندازه مدر ریگهای بیابان والمطر دانه‌های باران والبابر کرک تمام حیوانات به مظالم شده. یک شطور رو بردم میگه وا مظلمتا، مظلوم میخوایی نگاه کنی، بیان به من علی نگاه کن که به اندازه ریگهای بیابان قطرات باران و کرک تمام حیوانات به من علی ظلم شده. و آخرین سلام، السلام علی اسیر القربات و قتیل العبرات، سلام بر توی حسینی که اسیر غمها هستی. غم ابی عبدالله فقط در کربلا نبود، از اون لحظه از کنار در سلطه مادرش فاطمه شروع شده تا شهادت تیرباران برادرش امام مجتبی تا حوادث کربلا، تمام شهدا، تمام این میگه اسیر القربات و قتیل العبرات، حسینی که قتیل عشقها هستی. یعنی چی؟ هر نام حسین را میشه عشق ما جاری میشه، این یعنی که حسین قتیل عبرات. امام صادق میگه و بکت له السماوات سبع و الارضون سبع و ما فیهن و ما بینهن، حسین جان بکت له، گریه میکنه بر توی ابی عبدالله، السماوات سبع آسمان های افغانه و الارضون و ما فیهن و ما بینهن، اون چی در بین آسمان و زمین، اما بر توی مصیبت حسین عشق. یک معجزه هم عرض کنم از اربعین، یک مصاحبه شنیدم در تلویزیون، یک آقای مصاحبه میکرد، داستان مال 70 سال قبل، گوش بدیم خیلی قشنگ داستان، 70 سال قبل، میگه پدر بزرگ من، این آقایی که مصاحبه میکرد، من مصاحبهش مفصل شنیدم، 70 سال قبل پدرم یک کارگاه چوبخوری داشت، پدر بزرگم کارگاه چوبخوری داشت، خیلی وضع اقتصاد ما خراب شد، پدرش نقل میکرد به این پسر، این پسر آمد تلویزیون مصاحبه میکرد، وضع خراب شد، آقا کار نبود، کاسبی نبود، یک تجارت خوب به کار پدر بزرگم خورد، گفت مقدار چوب بیار در این چوبخوری بر ما ببر، خیلی شما از خاکم بلند میشی. پدر بزرگم هر چی داشت را فروخت و هر چی توانست قرض کرد و چند کامیون چوب خرید، در این کارگاه بزرگ چوبخوری گذاشت، نزدیک 40 شد. 70 سال قبل، 60 سال قبل اربعین به این سبک الان نبوده، خواست اربعین می آمدن، اربعین امام حسین، مراجع بزرگان، شاید 1000 نفر، 10000 نفر، میلیونی نبوده بزن. یک دسته سی نظری همیشه ایام اربعین از بصره می آمدن کربلا، آمدن کربلا و همیشه در این کارگاه چوبوری پدر بزرگ ما اینو اسکان میکردن، 10 شب آمدن، روز هم زور غذا میدادن، هم شب غذا میدادن، صبحانه میدادن، خیلی مفصل کاروان بصره. پدر بزرگم دید که آقا چوبا رو همه آورد و کامینا رو خالی کردن، این کاروان رسید و بفرمایید اهلا و سهلا، کاروان در اختیار شما. ده دوازده رو دستان دیده، من دور کاروان نرفتم، مهمان ابی عبدالله، آقا صبح غذا میپزن، زور غذا میپزن، شب غذا میپزن، سفره میاندازن، این کاروان مفصل مرکز رفت آمد زوار ابی عبدالله. گفت روز اربعین این آدم نقل بود، تلویزیون بزنید مصاحبهش میاد، میگه روز اربعین پدر بزرگم با پدرم رفتن برن حرم امام حسین، زیارت حضرت عباس و امام حسین، زیارت اربعین میکنن،
از جلن کابل رد شدن. این رئیس اون هیئتی که داشتن گفتن که آقای فلانی، حالا اسمش هم گفتیشان من یادم رفت، آقای فلانی بیایید نهار امروز مهمان ما بشید. گفتن خب دیگه امام حسین دعوت کرد، رفتم داخل کارگاه، سفره پهن کردن، در همین اصلاحی که غذا آوردن چشم افتاد دیدیم از این چوبا خبری نیست. چند کامیون چوبی که قرض وام کردم خریدم زندگی هم را گذاشتم از چوبا خبری نیست. دیدم آقای چوبا زیر دیگاه داره میسوزن، اینا فکر این چوبا رو ببره از اینا آوردیم. تمام چوبا رو آقا در این ده شبانه روز نظر کردن، خفته کردن، سوزاندن، آتش زدن و کردن، هیچی نه غذای رو خوردن، شکایت و گلم نکردن، گوش بگو، هیچی نگفت. آمدم حرم حضرت عباس، اون زمان قدیم یا آقا نقل میکنم، این زمان قدیم وقتی شما کفش های دادن و کفش داری میدادید، قرآن و مفاتیح در قفص ها نبوده، بشی ما بوده، امانت به شما بوده، بهت بر میگردن. من کفش من دادم یه پدر بزرگ، پدر بزرگم کفش رو دادم با پدرش بوده، بعد کفش رو دادم گفتم قرآن میخوای یا مفاتیح؟ من گفتم مفاتیح. مفاتیح رو گرفتم، حال من خیلی بده، لااقل حالا که دیگه چوبا رفته، زندگیم رفته، قرضدار شدم، اما به قرض مردم رفت، زندگیم تباه شد، از خواب مرا بلند میکرد، حساب کردم حدود 80 دینار اون زمان این چوب استفاده، این چوب 80 دینار بود، 80 دینار عراقی، 70-80 سال قبل، خیلی پول بوده دیگه. مفاتیح رو گرفتم، آمدم روبروی حرم حضرت عباس نشستم، روبروی سری. مستقیم رفتم زیارت اربعین رو در آوردم، زیارت اربعین رو در آوردم. تا زیارت اربعین رو در آوردم دیدم داخل این زیارت هم یک پاکت، پاکت باز کردم 80 دینار. الله اکبر، پول گرفتم در جیب کردم، زیارت اربعین رو خواندم، آمدم کفشداری مفاتیح رو تحویل دادم. گفتم آقای فلانی، همه را مرا میشناختند که تاجر بودم، به اصطلاح چوبدار بودم، همه مرا میشناختند از این کربلا زندگی میکردم. فلانی اگر کسی 80 دینار گم کرده بود بگو بیا پیش من. رفتم از اونجا حرم امام حسین رو زیارت کردم، تمام شد. یکی از مراجع اون زمان خیلی عارف مسلک بود در کربلا، گفتم حالا روز اربعین هم دیگه حرم امام حسین رفتم زیارت اربعین خواندم، حرم از عباس رفتم، دستبوز این مرجع تقلید هم بودم. تا در زدم در خانه مرجع تقلید، قبل دیگه در را باز کنه، تا چشمش با ما افتاد، فرمود تو گله نکردی حضرت عباس 80 دینار رو بهت برگردونم. گله نکردی 80 دینار رو بهت برگردونم. اگر گله میکردی چی میکردی؟ ببینید بعض اوقات این از اثرات اربعین، از اثرات گفتم مردم عراق بیرون به خطبه نمازی ها مرد، مردم عراق واقعا سنگ تمام میگوزن به ایام اربعین. کسانی که رفتن دیگه میدانیم واقعا سنگ تمام میگوزن. خب این هم از این موجزه اربعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام صدا زد زینب خواهرم رفتن خدا حافظ، زبان حال زینب برادر دا کن که زینب بمیرد، برادر دا کن که زینب بمیرد، مبادا که بعد از تو ماتم بگیرم، برادر به قربان خلقه
اجازه بدی تا ببوسم گلویت، آخ بمیرم یا ابا عبدالله. روز اربعین شد عطیه با جابر ابن عبدالله انصاری آمدن کربلا. جابر غسل کرد، لباس تمیز پوشید، آمد عطیه دستش را گرفته، نابینا چشمش نمیبینه، گفت هرگاه به قبر حبیبم حسین رسیدم مرا خبردار کن. آخ عطیه میگه تا جابر را رساندم سر قبر حسین، صدا زدم آی جابر، آزا قبر حسین ابن علی، این قبر قبر حسینه، میدانی چی کار کرد؟ جابر خود را روی قبر حسین انداد، آنقدر گریه کرد، آنقدر ناله کرد، صدا زد حبیبی حسین، حسین جان محبوب من. اما اینجا عطیه میگه دیدم غش کرد، جابر تو فقط قبر گیری غش کردی، بمیرم به حال دل زینب، چی کرد اون جایی که آمد کنار یهودی ختمگاه، یه بدن حسین را به بغل گرفت، صدا زد انت اخی انت ابن والدی، آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو پسر علی زهرایی؟ آخواست صورت برادر را ببوسه، دید حسین سر در بدن نداره، آخ میمیرم، خواست دست حسین را ببوسه، دید حسین انگشت و انگشتر نداره، لبها را گذاشت به رگهای بریده برادر. میان همه دلها اما میان همه دلها امان از دل زینب، میان همه غمها میان همه غمها امان از دل زینب، امان از دل زینب. میان همه دلها امان از دل زینب، میان همه دلها امان از دل زینب، امان از دل زینب. هر کس آرزو داره انشالله سال دیگه کنار حرم سینه بزنی، همه با هم خواهرا برادرا خجالت نکش زبان آل زینب. میان همه دلها امان از دل زینب، امان از دل زینب. بگو میان غم کوچه و سیلی، غم صورت نیلی، غم قد کمانی شده قاتل زینب، امان از دل زینب. میان همه دلها امان از دل زینب، امان از دل زینب. میان میان همه دلها امان از دل زینب، امان از دل زینب. غم فدای اکبر، غم نگاه ازغر، غم فدای اکبر، غم نگاه ازغر، غم داغ سکینه شده قاتل زینب، امان از دل زینب. میان همه دلها امان از دل زینب، امان از دل زینب. میان همه غمها امان از دل زینب، امان از دل زینب. میان همه دلها امان از دل زینب، امان از دل زینب. غم داغ رقیه، غم خنده اغیار،
غم پای پر از خار، غم خنده اغیار، غم خواه پر از خار، غم داغ رقیه شده قاتل زینب، امان از دل زینب، میان همه دلها امان از دل زینب. یک دفعه دیگه بگو همه با هم، میان همه دلها امان از دل زینب، امان از دل زینب. خدای پروردگار به حق درد دل زینب در دنیا و آخرت ما را از امام حسین دورمان مگردان.